سلام رفقا، حال روزتون چطوره ها؟ فدایی دارین؟ اونم چجور؟ آره عارضم به حضورتون که یارو اردکانیان وزیر نیرو شغفری و بردن به استبل نظام و کشیدن زیر اخیه. چه توضیح بده داستان این برقی که مثل داستان FATF هی زود میره و دیر میاد چیه؟ اما یارو مثل اوستاش شغفری که دروغ میبافه و راجع به همه چی صحبت میکنه الا اصل داستان، توفم کف دستشون نذاشت. این چه سبک مدیریتی در دولت؟ برق به اصطلاح مشکل پیدا میکنه، میگن باران نیامده. هوا آلوده میشه، میگن باد نیامده. مردم گوشت ندارن بخورن، میگن برن آبزی بخورن. الان آقای وزیر تقریبا این چونه به اصطلاح پاسخی به مجلس داره؟ این به سخریه گرفتن مجلس نیست. دبیا میپرسه این چه سبک مدیریته؟ جوابش اینه، مدیریت به سبک خمینی و عزی و شغفری. چون از نظر اونا حفظ نظام یعنی حفظ قدرت و قارت اوجب واجبات است، نه نون و آب و برق ملت. ای لعنت بر همتون. اما جالبه که یارو احساس مسخره شدن بهش دست داده، احساسی که 40 و چند ساله همه ملت دارن. حالا ملاحظه فرمایین این یکی چی میگه. من اولین حرفم جناب آقای قالیباف اینه که آدم سیر آدم گشنه رو دیوونه فرض میکنه. آخه این چه وضعشه؟ روزی 6 ساعت یا 7 ساعت خاموشی چهار موتورهای برق، یا نمیدونم خاموشی برق بیمارستانه که دکتر بدون کتر رو نمیدونم خدمت شهر شود که تورنوکت باید عمل جراحی رو انجام بده. آخه این رواست؟ کدام جنراتور رو شما تولید کردید تو مدار آوردید و باعث شدید برق مصرفی مردم رو شما مدیریت بکنید؟ واویلا، یارو آخونده میگه آدم سیر آدم گرسنه رو دیوونه فرض میکنه. به نظرتون خودش سیره یا گشنه؟ از این بگذریم، برق و دریابین که روزی 7-8 ساعت قطع میشه. اما ملاحظه فرمایید که همین یه ماه پیش یارو شغفری چاخان چی گفته بود؟ در زمینه برق ما خوشبختانه تونستیم حتی بازارهای بیرون رو هم در اختیار داشته باشیم، علاوه بر این که در داخل ما نیازمندی ها رو تأمین میکنیم. عجب، نیازمندی برق داخل رو حل کردن، بگی منو. اما دوستان دیدین موقع اومد که برق رو صادر میکنن. پس بابا حداقل یه علت این افتضاح اینه که برق رو مثل همه چیز از ملت قطع میکنن تا صادر کنن. لعنت بر شما. علاوه بر این بیت کوین هم هست که قاتل برقه. هم پول صادرات برق و هم پول بیت کوین میره تو کیسه آخوند و پاسدار جماعت. اما رفقا، مگه مشکل فقط برقه؟ از آب و هوا گرفته تا کرونا و اقتصاد و همه چی تو این نظام بحرانیه. ما اگر نتونیم در واقع اون مشکلات اقتصادی و عقب ماندگی اقتصادی که ایجاد شده و انسدادی که در داخل ایجاد شده و انزوایی که بین المللی پیدا کردیم، اگر این سه مورد رو نتونیم در 4 سال آینده حل بکنیم، ممکنه دیگه خیلی دیر بشه. یارو رو باش، 4 سال واسه نظام فرجه قائل شده. عوضی یه چاره بیشتر نداره، اونم اینه که سرشو بذاره و بمیره. و الا که حسابش با قیام و بر بچه های قیامه. آره دوستان مرحمت زیاد.